درگیر شدیم ما. اینجوری بگی درست میاد. مهمون میهمون وارد شدیم. آره مهمون وارد شدیم نساختم. بگو دیگه دو ساعت دارم میکنم. از اونجا تا اینجا کجا میفهم؟ خب بچه ها اگر خب آقا حمید اومد سر کلاس آره دیگه صدا تصویر صدا رو دارید دیگه تصویرم الان میاد تصویرم بده بله بله یه لحظه میشینی بچه ها میتونی حرف بزنی؟ خب بچه ها سوالی مالی در خدمت هستم این دو سه دقیقه اول به سوالتون جواب بدم بعد انشاءالله شروع کنیم کلاس ها مهندس آه جزوه تو پی دفنشه دیگه برگ سفید هم برام بین دادای صابری کلاس چند ساعته تقریبا میخوام 50% کار انرژی تست بزنم دیگه تا به اون جایی که میخوام برسم کلاس تمامه یه بیوگرافی بدم جوکار هستم دبیر فیزیک 100% پیشخوانی 11 کن البته که درسای دوام خوندی ها مثلا اگه شیمی دوام خیلی خوب بخونی 11 همون شیمی پیشتر میشه ولی فیزیک دوام من خلاصه ای از درسنامه رو میگم توی این جلسه ولی خیلی سریع اصل درسنامه کار انرژی کلش توی یک ساعت براتون گفتم جلسه قبل دیگه درسته با من باشی این جلسه تقریبا کار انرژی برای تموم شده است کسی که کار انرژی خوب یاد بگیره دینامیک هم تموم شده است یعنی یه فصل از 12 هم تو نیروهاست دیگه تو برایندگیری و این جلسه خوب یاد بگیری نیروهای سال 12 هم خیلی خوب یاد گرفتی چطور بس سامتی؟ بچه ها بیا با من باشید بچه باشید با من خواه حل آقا بسم الله آقا بیا اینجا برگ سفید نگاه کن توی جلسه قبل ببینید من فرمولای خلاص نویسی جلسه قبل رو بگم من گفتم اولین فرمولی که برای فصل 3 نیاز داریم کا مساوی میشه با 1/2 ام وی 2 درسته این کا من انرژی جنبشیه این ام من جرمه که باید بر حسب کیلوگرم باشه یعنی ببین توی تست دیدی گرمه سریع تقسیم بر 1000ش کن بشه کیلوگرم بشه اس آی اگر دیدی تون توی تست بهت داده سریع ضرب در 1000ش کن تا بشه کیلوگرم چون یکای اس آی توی فیزیک برای جرم کیلوگرمه حالا بریم سراغ سرعت ببین سرعت من باید بر حسب متر بر ثانیه باشه اگر بخوان اذیت کنن بهتون کیلومتر بر ساعت دادن تقسیم بر 3.6 کنی اون عددو بچه ها بهتون متر بر ثانیه رو میده درسته؟ ولی گفتم 5 تا عددو حفظ باشید بچه ها 18 کیلومتر بر ساعت 5 متر بر ثانیه است 36 کیلومتر بر ساعت 10 متر بر ثانیه است 54 کیلومتر بر ساعت 15 متر بر ثانیه است و 72 کیلومتر بر ساعت 20 متر و آخرین عددم 108 کیلومتر بر ساعت من میشه 30 متر بر ثانیه این از فرمول کاموسای با 1/2 ام وی 2 که هر چی داخلش هست حالا بریم نسبت رو توضیح دادم توی جلسه قبل گفتم ببینید اینجا رو ببین اینجا رو ببین دیگه حل خب خوب گوش کن این کل فرموله بچه ها نگاه کن توی این فرمول ما حروفی یکای توی مخرج نمیبینیم درسته؟ یعنی انرژی جنبشی من هم با جرم رابطه مستقیم داره هم با سرعت رابطه مستقیم داره یعنی اگر جرم من بیشتر بشه انرژی جنبشیم بیشتر میشه جرم من کمتر بشه انرژی جنبشیم کمتر میشه ولی یه تفاوتی بین این دوتا هست
هر اتفاقی برای جرم بیفته برای کا همون اتفاق میفته. یعنی بگه امم دو برابر میگم کام دو برابر، بگه امم سه برابر میگم کام سه برابر، بگه ام من 50% کم شده میگم آره کا منم 50% کم شده. پس چون ام من توانش یکه توی صورته، هر اتفاقی بیفته براش برای کا همون اتفاق میفته. ولی وی توانش دوه، هر اتفاقی براش افتاد به توان دو برسون بعد بگو برای کا همون اتفاق میفته. یعنی چی جوکا؟ میگم به من گفته سرعت من دو برابر میشه، میگم دو رو به توان دو میرسونم میشه چند؟ 4 برابر. پس کا من 4 برابر میشه. میگه سرعت من 3 برابر شده، میگم 3 رو به توان 2 میرسونم میشه 9، میشه کا من 9 برابر. نگاه کن الان سوال به من بده، جرم من 2 برابر شده. صبر کنید بچه ها، تمام خوب گوش کن. به من بگه جرم من 2 برابر شده، سرعت من 3 برابر شده، انرژی جنبشی 10 برابر میشه. میگم هر اتفاقی برای ام بیفته برای کا میفته، دو رو می نویسم ضرب وسطش. میگم هر اتفاقی برای وی بیفته به توان 2ش برای کا میفته، 3 رو به توان 2 میرسونم میشه 9، میشه 18 برابر شده. حالا به من بگه جرم من 4 برابر شده، سرعت من نصف شده. ببین تو فیزیک سرعت نصف یعنی 1/2 برابر شده. میگم آهان گفته جرمم 4 برابر، پس کا منم 4 برابره، زبده رو میذارم وسط. گفته سرعتم نصف شده، نصف یعنی 1/2، ولی چون سرعت توان 2 داره به توان 2 برسون، 1/2 به توان 2 میشه 1/4، 4 ضرب در 1/4 میشه 1. اگر ضرب کردی شد 1، یعنی تغییری نداشتی. این بود انرژی جنبش خلاصش. بریم تستاش اسفا در بیاریم، با من باش نگاه کن. تست اول فقط میخوام یکا نویسی رو یاد بگیری، داستان نداره. گفته این تست دومه بی بالا های ها. تست اول گفته انرژی جنبشی جرمی به جسم 20 گرم، میگم گرم به کار من نمیاد، گرم دادن تقسیم بر 1000 میکنم بشه کیلوگرم. پس جرم من میشه 20 تقسیم بر 1000، 0 با 0 خط میخوره میشه 1/5 کیلوگرم. آخرش اس آیش کردم، وای به من سرعت رو داده 180 کیلومتر بر ساعت. میگم کیلومتر بر ساعت به درد من نمیخوره، تقسیم بر 3/16 میکنم بشه متر بر ثانیه. ولی بلدو، مگه نگفتم 18 کیلومتر بر ساعت میشه 5 متر بر ثانیه؟ پس 180 ضرب در 10 شده، اون 5 منم ضرب در 10 میشه، میشه 50 متر بر ثانیه. تموم شد، اس آی شد. میگم کا مساوی با 1/2 ام وی 2، 1/2 رو می نویسم، جرم شد 1/5، وی من 50 ولی توان 2 داره ها، یعنی 50 ضرب در 50، 50 با 50 خط میخوره، نصف 50 چند میشه؟ 25. گزینه جیم تمام. برو تست دوم. بیا این تست دوم فقط باید بفهمی چی گفته. گفته اتومبیلی به جرم 800 کیلوگرم، میگم دمش گرم، خودش جرم و اس آی به من داده ولی اومده اذیت کرده. گفته 10 گرم بنزین میسوزونه اتومبیل من. بعد توی تست چی گفته؟ گفته انرژی بنزین را 40 کیلو ژول بر گرم فرض کن. ببین این 40 کیلو ژول بر گرم میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر 1 گرم بنزین بسوزه 40 کیلو ژول انرژی آزاد میشه، اگر 1 گرم بنزین بسوزد 40 کیلو ژول انرژی آزاد میشه، درسته؟ خب الان چند گرم ماشین من بنزین سوزونده؟ 10 گرم. میگم 1 گرمش 40 کیلو ژول انرژی سوزونده،
پس 10 گرمش 400 کیلو ژول انرژی می‌سوزونه. پس فهمیدم انرژی اون بنزین 40 کیلو ژول تو 1 گرم بود، حالا من 10 گرم داشتم 400 کیلو ژول حله. حالا داشته باش، ولی نگفته همه این به انرژی جنبشی تبدیل میشه، گفته دانش آموز 20% میشه انرژی جنبشی ها. یعنی از اگر اتومبیل ما خیلی از انرژی رو هدر میده، فقط 20% رو به انرژی جنبشی تبدیل میکنه. پس من میگم کل 400 کیلو ژول به انرژی جنبشی تبدیل نمیشه، 400 رو ضرب در 20% میکنن. پس وقتی که گفت 1% از یک عدد، سریع اون عدد رو ضرب در اون درصدش کن. خب میگم این دوتا صفر با این دوتا صفر خط میخوره، 4 20 میشه 80 کیلو ژول. آها، پس 80 کیلو ژولش شد انرژی جنبشی. خب توی فرمول مگه نمیشد کا مساوی با 1/2 ام وی دو؟ الان فهمیدم کا من 80 کیلو ژوله، من کیلو به کارم نمیاد، باید ژولش کنم. هر کیلو 1000 ژوله، 80 ضرب در 1000 میشه 80000 مساوی با 1/2 جرم. و تست من چند داده بود؟ 800 ضرب در وی به توان 2. اینجا رو داشته باش، اونایی که روبروی همان ساده میشه، یعنی این صفر با این صفر پر، این صفر با این صفر پر، این 8 با این 8 پر، یعنی اینجا فقط چی مون؟ مونده 100. ولی پس با روبروش ساده میشه توی تستا، با اونی که توی مخرجه ضرب میشه، یعنی این دو شما که توی مخرجه باید در این صده ضرب بشه، 200 تا 200 تا. پس من میگم وی دو من میشه 200 دیگه، من وی رو میخوام، از دو طرف جذب میگیرم، پس وی من میشه رادیکال 200. توی گزینه ها رادیکال 200 نمیبینم، یعنی برو ساده نویسی کن ببینم جذب بلدی. میگه آره بلدم، مگه نگفتی 200؟ من 200 رو مینویسم 100 ضرب در 2. آهان، 100 جذر کامل داره، 10 تا 100 تا رواله، پس 100 که جذر کامل داره میره بیرون میشه 10 رادیکال 2. تموم شد و رفت گزینه دال. تست آسونی نبود، تست آسونی نبود. ببین اگر 60% این جلسه رو بفهمی کار تمامه، تو فیلم آفلاین میشه 100%. گفته اگر جرم و تندی حرکت یک متحرک نصف شود. بچهای جلسه قبل وقتی که درباره ابعاد یک حرکت صحبت کردن، گفتم هرچی اولشو 10 بگیر. گفته اول میام میگم، من میگم اممو میگیرم 10 کیلوگرم دوست دارم، وی من میگیرم 10 متر بر ثانیه، بعد میام کارو به دست بیارم، میگم کا من میشه 1/2 امم چنده؟ 10 ضرب در 10 به توان 2 میشه چند؟ 100. درسته؟ ولی بچه ها این 1/2 عدد ثابته، بذارش کنار، تو جفت فرمول هستش. میگیم 10 100 تا 1000 تا. حالا برو سوالو بخون، چون فهمیدی سوال نسبته جفتشو اول 10 بگیر. حالا ببینیم سوال چی گفته. گفته اگر هم جرمشو نصف کنم هم تندیشو نصف کنم. خب میگم من عشقی اما چند گرفته بودم؟ 10، ولی گفته قسمت دوم دست منه، برو نصفش کن. پس امش میشه 5 کیلوگرم، نصف 10 میشه 5 دیگه، تمام. حالا گفته سرعتش هم نصف کن، من سرعت عشقیو چند گرفتم؟ 10. حالا نصفش میکنم میشه چند؟ 5. بعد میام کارو به دست میارم، گفتم 1/2 پر، فقط بگو ام وی دو، امم چنده؟ 5. ویم چنده؟ 5. ولی به توان 2 میرسه میشه 25، جواب میشه 125. از 1000 رسیدم به 125، پس کاهش پیدا کرده، افزایش پر. حالا درصد خواسته دیگه، میگم 1000 چند تا 100 تاست؟ یه دونه اعشار بهش بده، یعنی اعشار بدی این صفره میپره، اعشار بدی میشه 12.5. از 100 رسیدم به 12.5، 87.5% کاهش. تست 94 بود، تست 94 بود. بیا اینجا ببینم دوباره تست چی گفته. گفته اگر تندی حرکت یک اتومبیل نصف شود، جرم آن 20%. میگم جوکار به من گفت جرم اولیه رو بگیر 10، سرعت اولیه هم بگیر 10، با 1/2 کاری نداشته باش، توی نسبت
خط میخوره. برو ام وی دو رو حساب کن. ام ام چنده؟ 10. ضرب در 10 به توان 2 چند میشه؟ 100. حالا 1000 تا. حالا برو تست رو از اول بخون. گفته اگر تندی حرکت یک اتومبیل نصف شود. گفته برو سرعتش رو نصف کن. میگم سرعت رو من عشقی گرفته بودم 10، نصفش میکنم میشه 5. حالا ببینم درباره جرم صحبت چی کرده. گفته 20% جرمم رو افزایش بدم. بچه ها 120% اضافه کنیم میشه 120%، ولی ما با 10 بازی میکنیم. وقتی که 100 شده 120، 10 من میشه 12. 100 شده 120، 10 من میشه چند؟ 12. پس جرمم رو میگیرم 12. حالا میرم یک دومو کاری ندارم و عدد ثابت پر تو نسبت. میگم اما به من دادی 12، دمت گم. سرعت رو دادی 5. 5 به توان 2 25. 12 تا 25 تا میشه 300 تا. آهان، ولی یه صفر رو بزن بره. یه صفر، یه صفر. اولش 100 بود، الان شد 30. وای وای وای، 70 تا کاهش. 70 تا کاهش. 70 تا کاهش. آخ آخ آخ، بیا تست 5 با من باش. گفته نسبت انرژی جسمی به جرم 2 M1. میگم بابا M1 هر خری میتونه باشه. جرمشو بذار 1 کیلوگرم. بگو M1 هم 1 کیلوگرم. V1 هم 1 متر بر ثانیه. مگه نگفته جرم اولی 2 M1ه؟ پس جرم اولی 2 کیلوگرمه. مگه نگفته سرعتش V1ه؟ من سرعت V1 رو گرفتم 1. پس به جای سرعت میذارم 1. حالا برم اینم تست چی گفته. گفته حالا یه جسم دیگه دارم، جرمش 3 M1ه. خب میگم من M1 رو گرفتم 1 کیلوگرم، الان 3 تا M1ه. 3 تا 1 کیلوگرم میشه چقدر؟ 3 کیلوگرم. پس M2 من میشه 3 کیلوگرم. حالا داشته باش. و تندی 1/6 V1. بچه ها V1 رو چند گرفتی؟ 1. حالا اگر به جای V1 بذارم 1/6 ضرب در 1، نه مشکل نره، 1/6 ضرب در 1 میشه چی؟ 1/6. درسته؟ پس وی من میشه 1/6. حالا اولی M2 شو به دست بیار. M2 ضرب در 1 به توان 2 میشه 1. M3 ضرب در 1/6 به توان 2 میشه 1/36. درسته؟ 3 با 36 ساده میشه، میشه 12. بالا 2 دارم، پایین 1/12. دور در دور، نزدیک در نزدیک، جواب میشه برابر با 24 واقع در گزینه شماره جیم. بیا بریم تست بعدی. بچه ها انرژی جنبشی من یک کمیت نرده‌ایه. وقتی که یک کمیت نرده‌ایه یعنی ما با جهتش کاری نداریم، فقط مقدارش برای ما مهمه. به خاطر همین مثل همه تستا، بچه ها اینجا امه، اگر جزوه رو خوب نمیدید اینجا ویه، اینجا ام دومه، اینجا دو ویه، اینجا ویه، اینجا دو امه و اینجا وی دومه، اینجا امه. خب من میگم مثل همیشه جرمو بگیریم 1 کیلوگرم، سرعتو بگیریم 1 متر بر ثانیه. اگر درصد بود جرمو میگیریم 10، سرعتو میگیریم 10. بازم با 1/2 کاری ندارم. فرمول من 1/2 ام وی به توان 2، ولی با این 1/2 کاری ندارم. تو همشون مشترکه. اولی امش امه، پس بهش میذارم 1. سرعتش هم 1 به توان 2 میشه 1. این اولی. دومی جرمش ام دومه. من امو گرفتم 1 کیلو.
بچه صدا الان باید باشه. صدا هست؟ اوکی. ادامه بده. خب حل. بچه با سرعت مشکل ندارید که. حتی ویدیو رو از قبل میدیدید دیگه. من درستماشو گفتم. با سرعت مشکل ندارید بچه ها. بستی؟ صدا میاد؟ یکم آرومتر باشه. از اون موقع صدا قد بود؟ از کجا؟ دوستان یه دو دقیقه صبر کن بچه دارم میاد کرد خواه. بله جزوه تو کالا میذاریم. حله. آرومش میکنم. از کاهشی مونده بود. باش از همون تست شروع میکنم. خب. خب. همین جان مشکل نت بود اینجا کلن یه لحظه نتا پرید. الان دیلیش باید کم کم درست شد. خب. بذار آرومش. ریکوردم میشه بچه ها. خب بچه خوب گوش کنید. یه دست سرعت آرومتر میگم. تخته نیست؟ نه تخته نیست. الان هست؟ آه تستی که شکل داشته نفهمیدی؟ خب از اون تست شکل داره شروع میکنم. آره آره بچه ها نگاه کنید توی این تستمون نگاه کنید ما گفتیم که همیشه اممون رو بگیریم یک کیلوگرم وقتی که سوال به ما جرمو نداده باشه، مقدار ویمونم بگیریم یک متر بر ثانیه، درسته؟ بعد به این جهت ها اصلا نگاه نکنید. من بیام توی برگ سفید ببینید کمیت ما چون یک کمیت نردهیه فقط با مقدارش کار داریم. ویه. درسته؟ توی دومی چی کار کرده بود؟ گفته بود جرمش مساوی با دو امه ولی سرعتش همون ویه است. حالا جهتاش یادم نمیاد. اصلا جهتش مهم نیست. چون کمیت من نردهیه. توی بعدی اومده بود سرعتو گفته بود دو وی ولی جرممونو گفته بود یک دوم ام و در آخری جرمو به من داده بود ام، سرعتو به من داده بود یک دوم وی، درسته؟ بعد گفته بود اینا رو با هم دیگه مقایسه کنید. میگم من تو هر تستی جرمو میگیرم یک کیلوگرم، سرعتو میگیرم یک متر بر ثانیه، درسته؟ فرمول من کا مساوی میشه با یک دوم ام وی دو. چون میخوام این چهار تا رو با هم مقایسه کنم، توی مقایسه عدد ثابت رو حذفش کن، پس با یک دوم کاری نداشته باش، فقط ام وی دو رو حساب کن. میگم امو گرفتم یک کیلوگرم، امش امه، سرعتش چیه؟ یک متر بر ثانیه. یک رو به توان دو میرسونم میشه یک. خب جرمش چقدره؟ دو امه. من امو گرفته بودم یک، دو یکی میشه چی؟ دوتا، ولی سرعت من همون ویه که یکه، یک به توان دو میشه چقدر؟ دو. حالا توی سومی جرم من یک دوم کیلوگرمه، سرعت من دوتا ویه، دو یکی دوتا، دو به توان دو برسه چند میشه؟ چهار. توی آخری جرم من یک کیلوگرمه ولی سرعتش یک دوم ویه، یک دوم به توان دو میشه چقدر؟ یک چهارم. یعنی ام وی دو رو برای هر چهارتاش به دست آوردم، درسته؟ خب حالا الان این مقدارش شد یک، این مقدارش شد دو، این مقدارش شد دو و این مقدارش شد یک چهارم. گفته با هم مقایسه کن.
مشخص دو دو با هم برابره. پس کادو من با کاسه برابره. حالا بین کایک و کاچهار، چون کایک من یکه و کاچهار من چیه؟ یک چهارمه. پس بعدش کایکه، بعدش کاچهاره. حل بچه ها؟ چطشون بازه؟ آسان داری؟ این شکل رو حله؟ خب حل. بریم سراغ ادامه جزوه. بریم سراغ ادامه جزوهمون. تست بعدی رو نگاه کنید بچه ها. توی تست بعدی توی تست بعدی گفته یک خودرو دارم جرمش 1000 کیلوگرمه. به جای امم گذاشتم 1000 کیلوگرم. با تندی چند متر بر ثانیه حرکت کنن. یعنی سرعت اون خودرو را از من میخواد تا انرژی جنبشیش. حالا بریم سراغ اون کامیونه. کامیونه گفته جرمش برابر با 5000 کیلوگرمه، سرعتش برابر با 72 کیلومتر بر ساعته. چون کیلومتر بر ساعته تقسیم بر 3.6 میکنم، میگم سرعتش میشه 20 متر بر ثانیه. گفته این کامیونت یه انرژی جنبشی داره، این ماشینت با چه سرعتی حرکت کنه تا انرژی جنبشیش با انرژی جنبشی کامیون برابر باشه. میگم کا مساوی با 1/2 ضرب در امم چنده؟ 5000 کیلوگرم ضرب در سرعت به توان 2. 20 به توان 2 میشه چقدر؟ 400. 2 با 400 خط میخوره میشه 200. 200 تا 5000 تا میشه 1,000,000. پس انرژی جنبشی کامیون من 1,000,000. حالا میخوام ببینم این ماشینه با چه سرعتی حرکت کنه تا انرژی جنبشیش بشه 1,000,000. پس به جای کاش میذارم 1,000,000 مساوی با 1/2 جرمش چقدره؟ 1000 کیلوگرم ضرب در وی به توان 2. بچه ها این سه تا صفر با این سه تا صفر خط میخوره. این چون توی مخرجه در این ضرب میشه. پس میگیم وی 2 من مساوی با 2 ضرب در 1000 میشه چقدر؟ 2000. من وی رو میخوام از دو طرف جذب میگیرم، میگم وی من میشه رادیکال 2000. ولی رادیکال 2000 رو توی گزینه‌ها نداریم. این 20 بهت کمک کنه که داخل رادیکال 400 رو داری که جذرش میشه 20. 400 ضرب در 5، 400 جذرش بیاد بیرون میشه 20 رادیکال 5 واقع در گزینه شماره ب. خب گفته جرم گلوله 1/3 جرم یک توپه. پس میگم گفته جرم گلوله من 1/3 جرم توپه و انرژی جنبشی آن 12 برابر انرژی جنبشی توپه. پس کاه گلوله 12 برابر کاه توپ منه. این داده مسئله است. گفته تندی گلوله چند برابر تندی توپه. پس ما میگیم کاه گلوله به کاه توپ مساوی با ام گلوله به ام توپ ضرب در وی گلوله به روی وی توپ به توان 2. درسته؟ حالا بریم سراغ داده مسئله. گفته به جای کاه گلوله میتونی بذاری 12 تا کاه توپ. پس به جای کاه گلوله میذارم 12 تا کاه توپ به روی کاه توپ. این با این خط میخوره. جرم گلوله به جای جرم گلوله میتونم بذارم 1/3 جرم توپ. پس به جای ام گلوله میذارم 1/3 ام توپ به روی پایین چیه؟ ام توپ. اینم با این خط میخوره. ضرب داره وی گلوله به روی وی توپ به توان 2. بچه ها نگاه کنید، یه 12 اینجا دارم، یه 1/3 اینجا دارم. ولی وقتی من این 1/3 رو بیارم زیر این بنویسم میشه 12
به روی یک سوم دور در دور نزدیک در نزدیک میشه چقدر؟ 36. پس وی گلوله به وی توپ شده برابر با 36. از دو طرف جذر میگیرم، جذر اینو بگیرم 2 هضم میشه، جذر اینو بگیرم 6 هضم میشه. پس 8 من میشه گزینه الف. بریم سراغ سوال بعدی. ببینید بچه ها، اینجا اگر بد چاپ شده 8 ضرب در 10 به توان 3، اینجا 4، اینجا 5. گفته نمودار انرژی جنبشی بر حسب تندی برای اتومبیلی به شکل زید است. جرم اتومبیل. بچه ها توی این نقطه من هم وی رو دارم 4، هم مقدار کار رو دارم 8 ضرب در 10 به توان 3. پس من میگم کار من مساوی میشه با 1/2 MV2. کارو چقدر به من داده؟ 8 ضرب در 10 به توان 3، 1/2 ضرب در جرمم ندارم، ضرب در V به توان 2 میشه 16. این 2 با این 16 ساده میشه، میشه 8 مرتبه. این 8 منم با این 8 ساده میشه. تنها چیزی که میمینه 10 به توان 3، که 10 به توان 3 میشه 1000 کیلوگرم. گزینه الف و جیم هضم میشه. حال باشه، چطور رو ببن؟ خب خوب گوش کنید. حالا بیایم توی این قسمت. وقتی که جرم جسم ما بچه ها توی این قسمت 1000 کیلوگرمه، توی این قسمت هم 1000 کیلوگرمه. حالا میخوام برم انرژی جنبشیشو به دست بیارم. میگم 1/2 ضرب در جرمش تو قسمت اول به دست آوردم 1000. حالا توی قسمت دوم سرعتمون چنده بچه ها؟ 5. 5 به توان 2 میشه چقدر؟ 25. 2 با 1000 ساده میشه، میشه 500. 25 تا 500 تا میشه 12500. گزینه شماره ب. دیگه تست بعدی دیگه آروم آروم میگم دیگه. آقای صابری گفتن دیگه. خب خوب گوش کنید. انرژی جنبشی گلوله کوچکی 3 جول است. پس من میگم کایک من مساوی با 3 جوله و تندی از 4 متر بر ثانیه. V1 من میشه 4 متر بر ثانیه. تندی آن چند متر بر ثانیه باشد تا انرژی جنبشیش به 147 جول برسد. پس مقدار کادو رو به من داده 147 جول، مقدار ویدو رو میخواد. بچه ها فرمول ما اینه که کادو به روی کایک مساوی با M2 به روی M1 ضرب در ویدو به روی V1 به توان 2. چرا درباره جرم صحبت نکرده؟ چون جفتشون درباره یک گلوله است دیگه. گلوله جرمش با هم برابره. پس با این قسمت کاری نداریم. اگر بالا 10 گرم باشه پایین منم 10 گرمه. فقط عددی که باید بذاریم برای کاه. کادو من چقدره؟ 147. به جاش بذارم 147. مقدار کایک من چقدره؟ 3. به جای کایک میذارم 3. ویدو میخواد از من V1 رو به من داده 4 به توان 2. حالا بچه ها این 147 بر 3 بخش بزیره میشه 49. از دو طرف جذب میگیرم، میگم از 49 جذب بگیرم میشه 7. از این طرف جذب بگیرم توان 2ش حذف میشه، میشه V2 به روی چی؟ 4. 4 7 28. پس مقدار ویدو ما میشه 28 واقع در گزینه شماره جیم. بریم سراغ بعدی. گفته اگر تندی یک متحرک به اندازه 10 متر بر ثانیه افزایش پیدا کند. ببینید میگم درباره سرعت اولیه صحبت نکرده. من سرعت اولیه رو میگیرم چی؟ وی. ولی گفته سرعت ثانویت به سرعت اولیه 10 تا اضافه شده. پس مقدار ویدو شما میشه وی به علاوه 10. انرژی جنبشیش 3
36 25 میشه، یعنی نسبت کادو به کایک میشه 36 به روی 25 مساوی با. بازم با جرم کاری ندارم. چرا کاری ندارم؟ چون متحرکم یه متحرکه، جرمش تغییر پیدا نمیکنه. میشه وی دو به روی وی یک به توان دو. وی دومون چنده؟ وی به علاوه 10. وی یکمونو چی گرفتم؟ وی به توان چند؟ 2. حالا از دو طرف جذر میگیرم. 36 رو جذرشو بگیرم میشه 6، 25 رو جذرشو بگیرم میشه 5 و اینو جذرشو بگیرم توان 2ش حذف میشه. میشه وی به علاوه 10 به روی چی؟ وی. یه طرف این وسطه میکنم با یه رنگ دیگه مینویسم بچه ها، میشه 6 وی مساوی با 5 ضرب در وی. 5 وی به علاوه 5 10 تا 50 تا. وقتی که 5 وی رو ببرم اونور میشه منفی 5 وی با 6 وی میشه چقدر؟ وی. پس ویمون مساوی با عدد 50 میشه واقع در گزینه شماره جیم. بچه این تست 95 خیلی از بچه ها سوتی دادن این موضوع رو. خب خوب گوش کن. گفته اگر تندی یک متحرک 5 متر بر ثانیه افزایش یابد. میگم پس اگر وی یکشو بگیرم وی، وی دو من میشه اون وی اولیه به علاوه چقدر؟ 5 تا. درسته؟ افزایش، کلمه افزایش و کاهش توی فیزیک یعنی دلتا. افزایش و کاهش یعنی چی؟ دلتا. پس گفته افزایش انرژی جنبشیش یعنی دلتا کاش 5/4 برابر انرژی جنبشی اولیه میشه. 5/4 برابر انرژی جنبشی اولیه. میگم وقتی که من میگم دلتا کا یعنی کادو منهای کایک مساوی میشه با 5/4 کایک. حالا من منفی کایک رو میبرم اونور، از اینجا خطش میزنم میشه مثبت کایک. چون مخرج این چهاره به جایی که بنویسم یک کایک مینویسم 4/4 کایک. 5/4 کایک به علاوه 4/4 کایک میشه 9/4 کایک. حل. حالا فهمیدیم که کادو من 9/4 کایکه. پس میگم کادو مساوی میشه با 9/4 کایک. شد مثل تست قبلی. بگیم نسبت کادو به کایک چون جرم ثابته با جرم کاری ندارم. وی دو به روی وی یک به توان 2. کادو به کایک من چقدره؟ 9/4. مقدار وی دو من چی بود؟ وی به علاوه 5. وی به علاوه 5 به روی وی به توان 2. حالا میام بچه ها جذرشو میگیرم. 9 جذرشو بگیرم میشه 3. 4 رو جذرشو بگیرم میشه 2. ولی وقتی که از این قسمت جذر میگیرم 2ش حذف میشه. میشه وی به علاوه 5 به روی وی. طرف این وسطه این میکنم، یعنی اینو در این ضرب میکنم، میشه 2 وی به علاوه 10 مساوی با 3 وی. اینم در این ضرب کردم. حالا 2 وی بیاد اون و میشه منفی 2 وی با مثبت 3 وی میشه وی، و وی من میشه 10 متر بر ثانیه. ولی چون بر حسب کیلومتر بر ساعت خواسته میشه 36 کیلومتر بر ساعت. نه حرکت میکنه. حالا درسته. خب بریم سراغ تست بعدی. گفته جسمی در مسیر مستقیمی با تندی وی در حال حرکت است. میگم پس به من گفته وی یک من برابر با ویه. اگر تندی جسم 5 متر بر ثانیه افزایش پیدا کند، پس میگم وی دو من میشه وی به علاوه 5. انرژی جنبشی آن 44% افزایش پیدا میکنه. پس من میگم چون درصد داده اولیو میگیرم 100%. حالا قراره 44% افزایش پیدا کنه.
پس کادو من میشه 144. 100 باشه 44 درصد افزایش پیدا کنه میشه 144. پس بازم میگم کادو به روی کایک مساوی با ویدو به روی وی یک به توان دو. کادومو چند گرفتم؟ 144. مقدار کایک هم چقدر شد؟ 100 مساوی با ویدو من میشه وی به علاوه 5، وی یک هم که میشه چی؟ وی به توان دو. دوباره جذر میگیرم، میگم جذر 144 میشه 12، جذر 100 میشه 10. اگر از سمت راستم جذر بگیرم توان دو حذف میشه، میشه وی به علاوه 5 به روی چی؟ وی. یه طرف وسطه میکنم، اینجا میشه 12 وی مساوی با وی ضرب در 10 میشه 10 وی به علاوه 5، 10 تا میشه 50 تا. اگر 10 وی رو بیارم اینور میشه منفی 10 وی، با 12 وی 2 وی من میشه برابر با 50، پس وی من میشه برابر با 25. واقع در گزینه شماره داد. بریم برگ سفید موضوعی بهتون بگم. بچه ها نگاه کنید، ما وقتی که میخوایم دلتا کا بنویسیم میگم میشه کادو منهای کایک، درسته؟ کادو من میشه 1/2 جرم ضرب در سرعت ثانویه به توان دو، و کایک من میشه 1/2 جرم ضرب در سرعت اولیه به توان دو. از 1/2 میتونم فاکتور بگیرم. یک جسم وقتی که سرعتش افزایش پیدا میکنه، یک جسم وقتی که سرعتش افزایش پیدا میکنه جرمش تغییر پیدا نمیکنه. پس از 1/2 ام میتونم فاکتور بگیرم، از دومی میمونه وی دو به توان دو، از منهای از اولی میمونه چی؟ وی یک به توان دو. پس وقتی که تغییرات انرژی جنبشی رو خواستن، از 1/2 ام در وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو استفاده میکنیم. حالا بریم جزوه. گفته جرم خودروی به همراه رانندهش 800 کیلوگرمه، پس جرمشو به من داده 800 کیلوگرم. بعد بچه ها سرعتش اینجا 72 کیلومتر بر ساعت بوده، اینجا 108 کیلومتر بر ساعته. بعد گفته دلتا کاش چقدر میشه، میگم 72 تقسیم بر 3.6 دیگه حفظم 20 متر بر ثانیه، 108 تقسیم بر 3.6 میشه چقدر؟ 30 متر بر ثانیه. میگم فرمول من بود دلتا کا مساوی با 1/2 ام وی دو به توان دو منهای وی یک به توان دو، میشه 1/2 جرمو چقدر به من داده؟ 800 ضرب در سرعت ثانویه هم چقدره؟ 300. 300 به توان دو میشه 900، منهای سرعت اولیه هم چنده؟ 20. 20 به توان دو میشه چقدر؟ 400. 900 منهای 400 میشه 500، دو هم با 800 میشه چقدر؟ 400. 400 ضرب در 500 میشه 200,000. ولی بر حسب چی خواسته؟ کیلوجول. وقتی که بر حسب کیلوجول میخواد تقسیم بر 1000ش میکنیم. توی گزینه ها میشه جواب گزینه جیم 200. 200 جول بود، چون بر اساس کیلو خواسته تقسیم بر 1000ش کردم. آره صابری هم داره گوش میده، افتخار میده بابا. خب یه متحرک آ دارم، یه متحرک بی دارم. بچه‌ها وقتی که دو تا متحرک دارم، خب دیگه نمیتونم از جرمش فاکتور بگیرم. پس میام مینویسم کای آ مساوی با 1/2 ضرب در جرم آ 500، ضرب در سرعت آ 10 به توان 2 میشه چقدر؟ 100. 2 ضرب در 100 میشه 50، 50 ضرب در 500 میشه 25,000.
و بریم سراغ انرژی جنبشی بی. یک دوم ضرب در جرمش چقدره؟ 400 کیلوگرم. ضرب در سرعتش 20ه. 20 به توان 2 برسه میشه چقدر؟ 400. 2 با 400 هضم میشه میشه 200. 200 ضرب در 400 میشه 80000. اختلاف این دوتا رو میخواد. 80000 منهای 25000 میشه 65000. چون بحثت 55000 گزینه ها 4.5 و 4.5 هضم میشه. میخوام بر اساس نماد علمی بنویسم، یه اعشار میدم تا عددم بین 1 تا 10 بشه، درسته؟ حالا چند رقم بعد اعشاره؟ 4 رقم، میشه 5.5 ضرب در 10 به توان 4 واقع در گزینه الف. بچه اینم آخرین تست قسمت انرژی جنبشی بود که من قول دادم تستای انرژی جنبشی این جلسه بزنن، دیگه صدام در نمیاد. ایشالله من با آقای صابری صحبت میکنم، ادامه این جلسه رو یه بار دیگه با هم دیگه میریم. امیدوارم از این جلسه لذت برده باشید، موفق و پیروز باشید. جانم یه لحظه صبر کنید بچه ها. آه بچه ها چی رو بدم؟ آه بچه ها نگاه کنید، اگر واقعا میخواید فیزیکو درصد بالا بزنید، به نظرم فیزیکو همراه من باشید. قبوله که مهمترین چیز توی فیزیک، خب مهمترین توی فیزیک اینه که ما بتونیم دوره کنیم فیزیکو. وقتی که تعداد تستای زیادی حل کنم، شما اون فیلم آفلاین رو ببینید، میتونید جلو عقب کنید، با آرومتر گوش کنید، ولی اون موقع یک معلم فیزیک به دوره نمیرسه. من سعی میکنم 4 بار انرژی جنبشی تا کنکور مثلا براتون دوره کنم. اگر خواستید توی کلاس های فیزیک ما شرکت کنه، آسا به شما نشنده 0904 676 78 78. به این شماره پیامک بدن، توی واتساپ میتونید پیام بدید، هم میتونید تماس بگیرید و توی کلاس ها ثبت نام کنید. قیمتش هم بچه ها 1,500,000، شرایطشون اقساطیه و اگر از کلاس ها راضی نبودید بچه شما پس داده میشه. امید نظرتون هم بچه هایی که ببخشید بچه من صدام خیلی خراب شد، بچه ها میتونید چت کنید. البته از سرعت کلاس میدونم بالا بود، خواستم بگم که توی آنلاین بچه ها نباید استاد بیسته، مهم دوره کردنه. در حالت خصوصی هم چه تبلیغی میکنه؟ آقا باید تبلیغ کنیم دیگه، ما هم مهدی تبلیغ نکنیم چه کنیم؟ سوال بپرد. آره بچه ها همین امروز میذارید. میخواستم 50 تست بدم، بعد جلسه بعد جبرانش میام. من کار انرژی رایگان به شما خواهم گفت. آماکسد. سوال 5. خب مبینا توی کانال فیلمو نگاه کن، ازش اسکرین شات بگیر دیگه. من 112 شدم استاد تو رتبم تو کنکور. سوال بعدی. بچه‌ها نظرتون درباره کلاس چی بود؟ سرعتش خوب بود؟ اونا که معمولا پای قوی دارن این کلاس براشون معمولا مفید خواهد بود. امیدوارم که از این کلاس کاملا لذت برده باشید. سعی کردم که با تمام توانم درس بدم، ولی حتما کار انرژی و جزوه‌ام توی کانال حتما قرار خواهیم داد. امیدوارم که هر جا هستید موفق و پیروز باشید. حله آساره خدا قبول مهدی ببخشید من نمیذاریم ببخشید همون نکردم.